چقدر میشناختی که کوشش شدن آرش و سروش و علی رو؟ بچه های گروه یلو داکس من از چهار سالگی بزرگ شدم واقعا باشون ما همه یه گروه یه کامیونیتی کوچیکی بودیم یه سری آرزو و یه باورایی داشتیم که تو ایران شاید این آرزو خیلی بزرگتر از اونی بود که برای ما کسایی که به حرفا و آرزوهای ما گوش میکردن خیلی موقع ما رو باور نمیکردن و تو ایران تو ایران چون موزیک زدن شغل حرفه هر... حرفه تو هنرمند بودن موزیک زدن اینا به عنوان شغل تعریف نشده است ما آرزو آرزوی همه هم این بود که بتونیم بیان خارج از کشور تو جو... جوامع بین المللی موزیک بزنیم نوع موزیک شما رو یعنی راک نوع موزیک ما یا کلا بتونیم توی یه جامعه باشیم که بتونیم آزادانه فعالیت کنیم این محدودیت ها برای ما وجود نداشته باشه من این بچه ها رو از موقعی که چهار تا پونزه سالم بود میشناسم سروش و, و کوری قبل از اینکه حتی من توی هایپرنوا باشم گیتاریست و بیسیس هایپرنوا بودن دلیل این که من رام و کامیو میشناسم و توی هایپرنوا موزیک میزنم و یا حتی که اینجا هستم اینه که کوری منو معرفی کرد به بچه گروه جوانی از ایران اومد خیلی سریع داشت پیشرفت میکرد یه جورایی بند شما گروه شما یعنی هایپر را رو باز کرد برای این گروه که بیان کار بکنند داشتن خیلی چی شد که اینجور چه اتفاق افتاد؟ فالا اینکه چی شد یا چرا این اتفاق افتاد سوالیه که سه روز تقریبا از این ماجرا میگذره و من و تمام بچه ها هنوز هیچ جواب درستی نداریم براش دیتیل um, این خبر uh, راستش زیاد فرقی نمیکنه با اون چیزی که توی رسانه ها چاپ شده متاسفانه صبح روزی که این اتفاق افتاد به um, دلیل نبودن سورس خبری یه سری چیزای اشتباهی نوشتن بعضی از رسانه ها که بعد درست کردن قاتل رو اشتباه نوشته بودن و گفته بودن که یکی از اعضای گروه یلو داگز بود um, که اینطور نبود علی اکبر رفی هیچ وقت عضو گروه یلو لاکس نبوده چیزی میدونی که بگی به بقیه که چجور آدمی بوده من از نزدیک نمیشناختم من موقعی که بچه ها اومدن خیلی خیلی کوتاه علی اکبر رفی رو دیدم از نزدیک باهاش اونقدر حرف نزدم من طبیعتا آرش و پویا رو از ایران میشناختم ولی اونو نمیشناختم نمیدونم من اجازه زینو دارم بگم یا ندارم ولی من فکر نمیکنم آدمی که تفنگ برمی داره و دوستاش کسایی که باهاشون زندگی کرده تا یه حدی موزیک زده هر چی تفنگ داره و شلیک کنه به سمت دوستاش و اینجوری که میگن از از اینطوری که بچه ها برای من تعریف میکنن شرم توی صورتش نباشه وقتی این کارو میکنه خیلی ما فهم کنم آدم باید توی نقطه خیلی تاریکی توی زندگی باشه که اسلحه برداره و با خنده همچین کاری رو شروع کنه و بگه که این کار من تموم میکنم و بعد از اینجا میرم خیلی آدم هستن که دور برون هستن که شاید از لحاظ روانی آدمهایی باشن که بالانس نباشن و ما میدونیم که افسرده هستن یا اینکه مشکل دارن آیا شما متوجه شده بودین که و ما معمولا اینجوریه که زیاد کمک نمی کنیم به این آدم ها آدم های دور بر خودمون آیا تو میدونی که بچه های داگز فهمیده بودن که مثلا علی اکبر از لازه روانی مشکل داره آیا تلاشی کردن کمک کنن بهش یا نه من نمیدونم متاسفانه این چیزی نبوده که سیمتومی داشته باشه که نشون بده که یه آدم مشکل روانی داره یا اصلا هیچ مشکلی داره من جوری که میدونم این که به دلیل به توافق نرسیدن سر یه بحث های کریتیف بچه ها تصمیم میگیرن که رابطهشون رو قطع کنن رابطه نداشته باشن با, با علی اکبر و موقعی که این ماجرا اتفاق میافته دقیقا یک سال بوده که هیچ رابطه بین بچه های که توی اون خونه بودن و علی, اکبر نبوده یه سری مسئله دیگه ای هستش که ویزاش تموم شده بوده یا سری مسئله دیگه ای هست که الان در حد سپیکیولیشنه و کسی نمیتونه با قاطعیت بگه که چرا این کار کرده الان اتفاقی که داره اینجا میفته این که خب طبیعتا این, این که ازش استفاده شده پلیس نیویورک میگه که این تفنگ نیستش که یه آدم معمولی بتونه با پول خودش خریداری کنه توفنگی که چندین هزار دلار قیمت داره در نیویورک خرید فروش صلاح قدغن و دارن پیگیری میکنن که ببینن این تفنگ از کجا آمده یا این آدم چه جوری تقبل کرده که نداشته باشه چه آدم این تفنگ رو در اختیار اون قرار دادن روایتی که رسانه های داخل ایران دارن از این ماجرا نشون میدن که در نکوهش این موسیقی به زمان ها موزیک راک زیرزمینی گزارش ها ساختند و میگن که این نوع موزیک رو ما به این دلیل ممنون کردیم که یکم چنین اتفاق امکان داره که بیفته در بین آدم هایی که این نوع موزیک رو میزنن نظرتو تو چیه چه جوابی داری بگی در در این ارتباط ببینید چقدر, چقدر, چقدر ارتباط داره خشونت و موز و, و راک رول چقدر, چقدر واقعا با قاطعیت بگم که این این دو مسئله هیچ ربطی به هم ندارن این نه ربط به رفت به نوع موسیقی که اینا می زدن داره نه رفت به ملیت داره نرفتی به هیچ چیز هیچ چیز دیگه نره گفتم کشتن یه آدم دیگه یا یه سری آدم دیگه با تفنگ چیز قابل توجیهی نیست این میتونه توی ایران اتفاق بیفته توی آمریکا اتفاق بیفته و به هر دلیلی این میتونه اتفاق بیفته دلیل اینکه این اتفاق افتاد این نبود که این آدما موزیک می زدن. به هر سبکی که می زدن. یا نحوه زندگی یا لایف این آدما چطور بود متاسفانه اینجوری نمیشه گفت به نظر من یه ذره شرماوره که رسانه یه مملکتی بالاخره این بچه های بعد از مرگ اینا همچین چیزی درست کنه و پروپاگاندا بکنه ضد موسیقی یا هرچی به نظر من این اتفاقی که افتاده خیلی امپکت بزرگی نه تنها تو کامیونیتی آرتست های ایرانی در این کشور و ام، توی, توی, توی دنیا گذاشته بلکه تمام مردم جهان رو تحت تاثیر قرار داده نه مثلا موزیک زدن موسیقی راک باعث نمیشه که تو آدم خشنیشی توفنگ برداری و دوستات بکشی پدر مادر سروش و آرش که ایران هستن میخوان که ایساد بچه هاشون رو ببرن ایران تدفین کنن که خیلی خوب این گرون هست این قضیه آیا میتونن این کارو بکنن؟ آ... چون خیلی خیلی گرونه بس. صد درست گرون هست یه مشکلاتی هم توی راه هست ولی توی همین چند روز گذشته خوشبختانه انقدر هم کمک از همه زیاد بوده یا همه آفر دادن که کمک کنن از به هر نحوی که میتونستن الان یکی دو تا فان ریزر هستش که آنلاین گذاشتن و لینکاش روی فیسبوک بچه های یلو داگز و هایپر و همه هست از طرف منیجمنت کامپنی گروه که آدرس و وبسایت هم هست neverheardinc.com backslash خط مبارب که هر کسی میتونه بره و هر چقدر که میتونه تقبل کنه کمک کنه و این, این تمام این هزینه میره به خرج ترانسپورت بدن های بچه ها به ایران و میدونم خیلی سخت برات متاسفم ولی من میدونم که تو قبل از اینکه بیای اینجا داشتی تلفنی با بچه های صحبت میکردی و خب خیلی نزدیکی باشون و اونها به خاطر شرایط خاص روحیشون الان اینجا نیستند آیا پیامی دادن به تو که به بینندگان این برنامه بدی الان؟ والا خیلی سخته که از جانب دوستان حرف بزنم ولی تنها چیزی که خودشون میخوان یا به من گفتن و اینطور که امروز هم یه ستیتمنتی تو پرس ریلیس کردن که حرفایی که میخواستن واقعا زدن فقط بچه ها میخوان که چگونگی این اتفاق رو پشت سر بذاریم اینکه چرا این اتفاق افتاد یا چگونه این اتفاق افتاد و پشت سر بذاریم و این آدمایی که جونشون رو از دست دادن و به عنوان هنرمند به عنوان اون آرتیستی که بودن یاد کنیم به عنوان یاد روزای خوش باشیم یاد اون روزایی باشیم که همه با هم موزیک میزدیم و آرش سروش و علی در کنار ما بودن این خیلی خاطرات, خاطرات خوبشون دوشته. خاطرات خوب رو به یاد بیاریم